تشکر از سماین افغان که یک گزارش خیلی خوب همین لحظه تقدیم ما شما کردن و امیدوارستم که با دیدن این گزارش برای یک چند لحظه پوایتان دیگه شده باشه و ای که بیرون از استودیو میریم به طرف گزارش شما این افغان خیلی خوشایند است و گزارشات خیلی خوبم هم همچنان تقدیم ما شما میکنم در لحظات هم مهمان داریم یکی از مهمان های خیلی خوبه دعوت کرده مقای مرتضا سفتری هستن استاد زبان انگلیسی و امروز هم آمدن تا در رابطه به یک موضوع متفاوت صحبت بکنن آزادی های فردی آزادی های فردی چی هست بیشتر روی موضوع با مهمان ما صحبت میکنیم سلام صبح شما بخیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم حافظ جان سلام و تمامی بینندگان تلویزیون آریانا خصوص برنامه زیبای صبح و زندگی و همچنان سلام خاص دارم به تمام وطندارای عزیزم هموطنایم که در این شرایط سخت به سر میبرن شرایطی که هر روز ذهنشان درگیر است و هر روز دنبال یک راه حل برای بیرون رفتن از این چالش هستند. دیگه واقعا بسیار زیاد خوش هستم که امروز در برنامه شما هستم و همچنان روی یک موضوعی که قرار است که صحبت کنیم با شما هستیم بسیار علی خیلی خوش آمدین امیدوار هستیم که آرامی شوه بخیر یک سال سر سری در کشور ما باشه ما هم بتونیم در فضای بسیار آرام زندگی بکنیم بیایم ما در آغاز میخوایم بپرسم که آزادی های فردی چی است خب اما قسمی که ما یک تعریف برای آزادی داریم آزادی یعنی حق داشتن حق زندگی کردن و حق نفس کشیدن و حق عميکه حق حق خواستانه به نام ازادي میگه در صورتی که این مانعت برای کسی دیگه ای نکونه و به کسی دیگه ای ضربه و آسیب نرسونه ইর به نام ازادي فردی یاد میکنیم ولی امروز برعکس ما لایف استایل امروز را که ما داریم دقیقاً قسمی هسته که ما پیش میریم دوباره بر میگردیم به عقب و باز هم پیش میریم باز بر میگردیم به عقب ما ازادایی یی را که چند وقته به دست میاریم اورو پس ما از دست میتیم ما میخواستم امروز دقیقا راجع به این صحبت کنم که لایف استایل قبل از اسلام چطور بود و بعدش آمدیم روی لایف استایلی که دوره اسلام بود و امروز ما چی لایف استایل داریم شاید بیننده دا های عزیز بگن که استاد زبان انگلیسی چطور راجع به علوم دینی صحبت میکنه ما هم در آغاز برنامه گفتم که یک موضوع متفاوت است نظر به موقف شما اما چون بعضی اوقات هم شرایط ما رو وادار میسه که روی بعضی موضوعات صحبت بکنیم بر مردم ما آگاهی دهی بکنیم که بیشتر کمکشان بکنه من هم دقیقا سوال میخواستم بپرسم آزادی فردی نظر به هر شرایط متفاوت است در کشورها و در کشور خود ما دقیقا سوال من این بود که قبل از اسلام مثلا در او شرایطی که بود چگونه بود آزادی های فردی نسبت به شرایط فیلی؟ دقیقا نفذ جان من اول راجب از این صحبت کنم که چگونه راجب رشته ما با این موضوع چه ربطی داره ادبیات قسما از اول تاریخ بوده تا امروزه و چیزی که رشته ما ما میخوایم روی از امو دورایی را که ما رشته ما سپری کرده و ما اینا را تحت مطالعه قرار دادیم و فعلا ما باعث یک استاد که در دا دانشگاه تدریس میکنم و استادی که در بخش خود تدریس میکنم ما روزانه با هزاران معسل ها معسلی که سر کار داشتیم و فعلا که در سنفا میرم سعی میکنم که از ست نفر دو نفر یک نفر آمده اون در روی چوکی مینشینه و با عشق خود ناله میکنه که ما از این با چی درس بخوانیم در این حالت اوکان برمت در داوراسب مخهوم راجب ازی صحبت کوم و سوال شما ای بود که چگونه بود د لایف استایل قبل از اسلام زمونه که اسلام ظهور نکرده بودک ما خود مو در تاریخ شاهد استیم که زنها حق دادخواهی نداشتن پسران حق دادخواهی زنها اصلا حق دادخواهی نداشتن حق نداشتن که مثلا حق خود بخوائن و قسمن کلا تحت استثمار بودن و تحت ظلم بودن وقتی که اسلام عزیز میاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تماما حقوق که برای زنها بود گفتن اینا نیمه از جامعه هستند و اونا را در تمامی عرصه ها کمک کرد مثل که ما شاهد باشیم امروز حق سه حق که می خواهیم بگویم یکی اول حق تعلیم و تحصیل است بر جوانان دومش حق است که اینا کار کنند و حق پوشش یعنی لباس پوشیدن چگونه باشد دو زمونه کې چې قبل از اسلام راغلی و، هر شي چې اونا میکردن، انجام میدادن، وې زمون بودن چې په قسم هیڅ قانوني نه داشت، نظم نه داشت، او هر ښځه نه میتونیسه مثلا حتی حق خود بخوایم نه میتونیسه درس بخونه نه میتونیسه که زندگی خوبی داشته باشه ولی که اسلام اومد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به هم قسمی که برای از فامیل خود شروع کرد فامیل خودش بعضیا میگن که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خودش تحصیل نداشته امروز اگر وزیر ما وکیل ما هر کی که تحصیل نداشته باشه مدیریت بدونه خو اج مشکل نه ولی که ما نمیتونیم که معجزه ای که از طرف خداوند جل جلاله هست او رو ما نادیده بگیریم و زمانه اومدان کې ما در قرآن کریم تماما سخنوي را کې دریم از جانب خدا جل جلاله او احادیثی کې دریم هیڅ کومش نه نه کړه کوم قشر باید درس بخونه کوم قشر درس نه بخونه کوم قشر آزادي داره کوم قشر آزادي نداره ای په عموم اومده کې همگی آزادي خوده رو در قانون در چوکاتی داره و مثلا ما مثال میاریم از ام المؤمنین بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کې ماده می بینیم که اونا بالای دو هزار حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلام اینا نقل کردن بالای دو هزار حدیث و او زمان است که ما میگیم که این نظریه که بگه که زن ناقص العقل است و زن نمیتونه که دای در و ده ای علوم پیش بره این اشتباه به خاطر که علوم او زمان به مو سطح بود نجوم بود ادبیات بود کم تبابه بود و کم مقداری رسانه نبود دیگه نبود ولی امروز خدا رو شکر ما علوم بیشتری داریم روز به روز جامعه پیشرفت میکنه ما نیازهای بیشتری پیدا میکنیم و به می نیازها ما به هر شیوه با خانم ها و طبقه اوناس نیاز داریم که دار با می طبقه ذکور یک جای جامعه رو بسازیم مثلا ما پرسان میکنم از مردم عزیز ما آیا حاضرن خواهر مادر یا ناموس خدا وقتی که مریض میشه پیش یک دکتری ببره که مز... چی باشه ذکور باشه خب من مطمئنا خب نمیتونن یک مشکل داشته باشن خب پس به این صورت از هر نظام وقتی که دیسگری یک خانم میشه وقتی که دادخواهی یک خانم میشه از خانم توسط خانم بسیار زیباسته که ای را در اسلام عزیزم داریم و در دا لایف استایل امروز داریم شرایط جامعه مدرن امروزی ما این است که مثلا ما بخوایم که در قفس زندگی کنیم شاید شما استوری را شاید شما همه پست های فیسبوکی و تمام رسانه ها رو ببینید مردم میگه که خدای مرا از این قفس آزادی ده آیا واقعا فکر نمیکنید در کشوری که کشور جایی است که آدم آرامش پیدا میکنه مثلا ما میگیم در دا انگلیسی داریم ایست تو ایست هوم از دی بیست یا مثلا در پشتو میگیم هر چه سره خپل وطن کشمیر ده یا همچین چیزایی که در در ادبیات شنا یعنی وطن آرامش بده بر انسان حس آرامش بده زمانی که ای آزادی از انسان سلب شوه که آدم نتانه در اینجا یک نفس خوب بکشه و از بیزاری به جایی که مثلا بگه که من از این قفص آزده او زمان است که واقعا من احساس میکنم که آزادی فردی از انسان ها گرفته شده و فقط خواهش من است که لطفاً ای آزادی را ای حق به تمامی شهروندهای ما برگردانیم ما فقط چیز دیگه ای ما نمیخوای جز می آزاده فردی بله صحبت ها خیلی زیاد است یک موضوع بسیار بزرگ همه است که اگر روی صحبت بکنیم شاید بیشتر و وقت بگیره اما اگر از دید خود یک مقایسه بکنی کدام شرایط بهتر بوده؟ او شرایط گذشته بهتر بوده یا فعلا؟ خب افیز جان قسمی است که ما اگر بخوایم بعضی از قسمت های شرایط سابقه را سانسور کنیم سانسور کنیم و بندازیش میشه در قالب فعلی واقعا ما زندگی میکنیم مثلا امنیت امروز برگردانیم به دیروز و بعضی از مثلا منکراتی که قبلا بود اونها را هم پس کنیم و بیاره میشه در قالب نظام امروز بندازیم در قالب حکومت امروز بندازیم واقعا ما میگیم که آزادی خدا هر کسی میتونه که بدست بیاره و حق تحصیل امروز اضافه کنیم حق تحصیل در هر رشته ای که باشه این قانون اگر میندازن که صنف جدا شوه پرده گذاشته شوه همه شما قبول داریم فقط حق تحصیل داده شوه چرا امروز لیسه های ما تا هنوز فعال نشده از صنف 6 تا صنف 12 هنوز فعال نیست پانتون های دولتی فعال نیست چرا اینو دو سال است که درس نمی خوانم و محسل ما درد داره ندارم دو سال اولش بابت کرونا بعدش چند روزی درس میخوانن چند روزی دیگه درس نمیخوانن و امروز بابت حکومت آیا واقعا میگه کشور رو میخواین و ایران کنین باید از فرهنگ رو شروع کنین اولین جای فرهنگ سازی برای کشور تعلیم شد تحصیل شد که این واقعا از ما کرده من حیث استاد تدریس میکنیم چند تا که در آزادی های فردی اضافه شود در همه شرایطی که در افغانستان زندگی میکنیم او ویژگی از دید خودت چی است؟ خب اولش آزادی که من میگم اولش حق دادخواهی باید اضافه شود. ما قسمی که شاهد سیم در روزا اگر کسی دادخواهی میکنن بعضشان شکنجه میشن بعضشان اذیت میشن و امی حق دادخواهی باید اضافه شود. بعد از که حق دادخواهی در کنار از اضافه میشن حق تحصیل باید که دو گزینه واقعا سازنده ای یک جامعه است ما خودتان مثلا یک وقتی که خبرنگار و یا یک مجری برنامه در بخش رسانه هاست این عزیز اگر از شما حق دادخواهی تان گرفته شود و حق از این گرفته شود که شما سخن نگوین دیگه آیا میتونین که دوباره کار کنین بر شما واقعا کم حق دادخواهی هست دیگه شاید هم هست فعلا ما باید ای خو که ما ببینیم به چند روز پیش ما شاید چند تصاویر و ویدیوها بودیم و خود حکومت ما اعلان کردند که ما دیگه ای کوشش میکنیم که همچین یک رویه همراه خبرنگاران عزیز همراه قشر جوان نشوه و امیدوار هستم که همین سخنا پایدار باشه و دیگه کسی که اگر دادخواهی میکنه کسی که میخیزه دنبال حق خود از اونا یر قسم را یانه چې بوز ما یو څه خبر درمږه حق خواستان په معنی دښمنی با کسي نشته خاص ما دنباله ازي وښیم او امام حسین علیه السلام مږه مږه اگر ایمان نه میارین آزاده ژوندۍ کولین ما د اقل آزاده خو وښیم آزاد ژوندۍ بتانیم بله اما وازاد بودن هم داخله یو چوکات داخله یو چوکات دقیقاً ما په پښتر گفتم چې ما زماني ازادي ر میتونیم تعریف کړم چې ازادي په معنی حق داشتن در زندگانی یا حق دادخواهی در صورتی که او باعث زیان و ضرر بر دیگران نباشه این رو برای آزادی یاد میکنیم آزادی به معنای الهی گری خو نیست ما هر چی که خواستیم رو انجام بدیم خوی باز معنیش با او با آزادی با فرق میکنه از خط سرخ تیر شدن که در چوکات شریعت اسلامی و چون دقیقاً شکر خدا که ما مسلمان هستیم قسم گفتم که ما قبلا هم داشتیم که در صدر اسلام بیبی بی خدیجه کبرا سلام الله علیه, علیه. انها در شغل بودن تجار بدن یک از تجارهای خیل مشهورو نامدار عرب بود که د او زمان تمام دار و ندار خود ره خرچ اسلام میکنه پس ما میگیم که د او زمانهم انا حق داشتن که تجارت کنن حق داشته زندگی را به قسمی پیش برن که نیم پیکر از مردها باشن یا در غزوه هایی که ما ببینیم در اسلام زن حق داشتن که برای اینا همکاری کنن برشان اوزوقه برشان مهمات آماده میکردن تایی که مردها بتونن که درست جنگ کنن و برزمن و در زمان است که ما میبینیم که واقعا اینا اگر دوش به دوش همدیگر به مو شرایط و قوانین اسلامی اگر واقعا زندگی خود پیش میبینیم چه زیبا. بسیار تشکر اگر سوال من پرسیدیم اگر پیام دارین کمرا در خدمت شماست خب پیام برای تمامی ای یک زمانی بود که در هر کسی میگفت پیام داریم میگو سلح سر تا سری آل خدا را شکر که ما میگیم ما برادرها با همدیگر آمدیم فقط یک چیزی که خواهش دارم آل فعلا برای ما قشر جوان همیسته که باید در کنار همدیگر در کنار همدیگر در دنبال یک زمینه باشیم دیگه این ناله و داد بگذاریم دنبال زمینه باشیم که پیشرفت کنیم و با همدیگر روی تحصیل روی درس و روی پیشرفت فکر کنیم فقط همین همیشه دنبال ازی باشیم که چگونه میتونیم که آینده خوبی داشته باشیم صفدری صاحب یک تشکر قربان خوش باشین باشی. باشی. اوقات خوب خوش باشی. داشته باشیم صحبت های خیلی خوب داشتیم از مهمان ما در رابطه به آزادی های فردی وقفی کوتاهی داریم پس از او هم برمیگردیم در ادامه برنامه سوخ زندگی با ما همراه باشیم